انتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا گفته در ادامه سفرش به خاورمیانه با محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی دیدار کرده و در مورد تلاش های صلح در خاورمیانه خصوصا در لبنان و همینطور در نوار غزه و همچنان در ارتباط به تأمین صلح در سودان گفتگوهای مفید و ارزنده ای داشته. آقای بلینکن در تلاش است تا از راه های دیپلماتیک به بحران نوار غزه و همینطور لبنان و کلن بحران خاورمیانه رسیدگی شود و اداره جو بایدن تلاش میکنه تا حداقل تا رسیدن به روز انتخابات ریاست جمهوری آمریکا که کمتر از دو هفته دیگر باقی مانده به یک سری توافقات اولیه دست پیدا کنند. در کنار این واشنگتن پست و همینطور نیویورک تایمز گفته است که ایالات متحده آمریکا با کشورهای عرب منطقه از جمله عربستان سعودی برای مدت‌ها در گفتگوهای جدی است تا راه حل برای فردای جنگ در نوار غزه پیدا کنند و به توافق برسند. در حال حاضر یکی از تلاش‌هایی که ایالات متحده آمریکا دارد این است تا قبل از روز انتخابات با یک آتش بس دست پیدا کنه در نوار غزه و همینطور در لبنان و این میتونه اینجا در داخل آمریکا از نظر سیاسی برای تیم آقای ترامپ و همچنان کاملا هاریس مفید باشه و در انتخابات کمک کنه. اما به نظر میرسه که هنوز راه درازی در پیش است و از طرف اسرائیلی ها هنوز چراغ سبزی داده نشده و حماس هم گفته که بعد از کشته شدن سنوار همچنان به راه او ادامه میتن و گفته که کشته شدن او پایان جنگ نیست.